هفت باور قدیمی جالب در مورد کفش و موفقیت و ثروتمند شدن. کفش ها نقش حیاتی در رشد اقتصادی ما دارن. همونطور که گذشتگان در طالبینی به این نتیجه رسیده بودن. اینجا موج معکوسه و در این برنامه میخواییم به باورهای قدیمی جالب در مورد کفش و موفقیت افراد اشاره کنیم. اگه شما هم دوست دارین این باورها رو بشنوین، تا پایان برنامه همراه ما باشین. یادتون نره با لایک، سابسکرایب و نظراتتون از ما حمایت کنین. اون زنگوله رو هم فشار بدین تا در جریان برنامه های بعدی ما قرار بگیرین. 1. نباید کفشی رو که دزدیده شده یا از کسی هدیه گرفتید بپوشید. این گونه کفش ها هیچ وقت اجازه رسیدن به هدفتون رو بهتون نمیدن. در واقع مانع موفقیت شما میشن. 2. اگر شما برای مصاحبه به شرکتی میرین، هرگز نباید کفشی رو بپوشید که پاره باشه. طبق باور گذشتگان، کفش پاره موقعیت شما رو به بدشانسی تبدیل میکنه. پس به یاد داشته باشید که کفش پاره مانع موفقیت شما میشه. 3. یه باور قدیمی در مورد کفش قهوه‌ای وجود داره. زمانی که شما به سر کار خودتون میرین، به هر قیمتی که شده باید کفش قهوه‌ای رنگ بپوشین و به هیچ وجه نباید کفش رنگارنگ بپوشین. 4. کفش سفید ممنوع. آیا می دونستین که پوشیدن کفش سفید در زمینه پزشکی مانع موفقیت شما و باعث عدم ثروتمند شدن شما میشه؟ طبق باور گذشتگان، پوشیدن کفش سفید در این گونه محیط‌ها خوب نیست. 5. باور بعدی مربوط به غذا خوردن بدون کفشه. هنگامی که شما کفش به پا دارین، نباید غذا بخورین. و این یه انتخاب نادرستیه. و سعی کنید تا هنگامی که کفش رو از پاهاتون در نیاوردین، از خوردن غذا خودداری کنین. 6. آیا می دونستید هنگامی که در منزل هستید، نباید کفش رو به حالت آویزون نگه دارین؟ طبق باور گذشتگان، این عمل باعث بدشانسی و مشکل‌های سلامتی برای شما و اعضای خانوادتون میشه. 7. کفش فردی که مرده رو نباید در خانه نگهداری کنین، بلکه باید اون رو دور بریزید. اگه خواستید میتونید به افراد دیگه اهدا کنید یا اونها رو خاک کنید. گذشتگان باور دارن این کفش ها حاوی انرژی منفی هستن و باعث میشه این انرژی منفی رو به اطراف و محیط پخش کنه. ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودین. لطفاً با لایک، سابسکرایب و نظراتتون از ما حمایت کنین. اون زنگوله رو هم فشار بدین تا در جریان برنامه‌های بعدی ما قرار بگیرین. روز و روزگار به کامتون. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.